قالي ما مترفة PHP كيستا قالي ده PHP ما مير مترفة database connectivity سايست database connectivity connectivity درست است PHP امرا ده بيش تو connect شاوه یعنی بعضی اپریشن ها هستن اگر ما یک وبسایت سایت ساخته ایم دو ویب سایت شاید ما بار از کنکتیویتی با دیتابیس یک چیز دلیت کنیم سیستا یک ریکارد دلیت کنیم اپدیت کنیم سلیکت کنیم انزرت کنیم چطور میشه ای درست است امروی PHP که دیتابیس کنکت میشه ما یک کنکتیویتی را باید با وجود بیاریم بعضی فانکشن ها هستن که پیش از اینکه ما را کنکت کنیم باید شما درباره دیتابیس هم یک کمی باید فهم داشته باشین درست است دیتابیس کنکتیویتی که هست ما خو اجرا میکنیم آله PHP خو یک زبان است درست است که دی وب سایت دیولپ میشه فرم را دیتابیس تو کنکت شوه وقتی که کنکت شد با مرا دیتابیس یعنی برای دیتابیس ساختن ما چه کار میکنیم یک اپلیکیشن را انتخاب میکنیم به نام دیتابیس اپلیکیشن دیتابیس اپلیکیشن است درست این یک RDBMS است آله زیاد سافتویر هستن که دو دیتابیس ساخته میشه یعنی دیتابیس اپلیکیشن هستن در مثال MySQL است MySQL SQL سرور اوریکل سایبیس اما تو زیاد هستن درست شد اکسس هم یک RDBMS است درست خب این همین MySQL که ما انتخاب کردیم یه چی است؟ دیتابیس اپلیکیشن است یعنی RDBMS است Relational Database Management System ایره که انتخاب کردین اول خب ایره باید شما انستال کردین شما میتونید از طریق MySQL Workbench به نام MySQL Workbench یک سافتویر است که MySQL Workbench یک سافتویر است ایره شما انستال میکنین MySQL انستال میشه درست است؟ و دیگه یا میتونی شما از طریق زم با انستال کنین زم با چی مانا؟ Any operating system X با مانا Any operating system A با مانا Apache Web server است خواه Web server یک بایزو M با مانا MySQL است بایزو P با مانا PHP یعنی تمام هر سه شان یعنی اپاچی ویب سرور مای سیکول آر دی بی میس و PHP که است زبان است هر سه شان در کجا موجود هستند در زم وقتی که شما زم پر انستال میکنین هر سه شان موجود میباشن انستال میباشن به شکل اوتومات اگر زم نبود شما میتونین از ویم استفاده کنین ویم پر انستال کنین زیاد هستن خب اگر نه زم نه ویم استفاده میکنین جدا جدا میتونین ای را انستال کنین ویب سرور اپاچی را جدا انستال کنین مای سیکول آر دی بی میس را جدا انستال کنین PHP را جدا انستال کنین درست است؟ این همون درست کلیر؟ آلی ببینیم وقتی که ما مای سیکول انتخاب کردیم در مای سیکول ما چی میسازیم؟ دیتابیس میسازیم در مای سیکول دیتابیس هم میسازیم درست؟ چطور اولی را باز کنیم در استفاده کنیم را چطور ما میتونیم داخل از یک دیتابیس خود ما بسازیم تا که اون دیتابیس را باز کنک کنیم با امرای PHP شما اول که من اینمی MySQL که از دیتابیس که از به دو طریق میتونیم از استفاده کنیم یک که از تا GUI است GUI با معنی Graphical User Interface یک و دیگر که از تا CLI است Command Line Interface درست است یک GUI Graphical User Interface و دیگر که است CLI Command Line Interface است GUI با چی مانا؟ با شکل گرافیکی میتونین از MySQL استفاده کنین یا از طریق CLI Command Line که از DOS که است از این طریقه میتونین از او استفاده کنین شما خب MySQL که باز میکنین با شکل دو نواز استفاده کنین میتونین اول من طرف GUI ببینین اگر شما خواسته باشین که از طریق GUI استفاده کنین از MySQL شما باید اینمی براوزر را باز کنین براوزر چرا براوزر را باز میکنم؟ داخل از ما نشته میکنم لوکل هوست یعنی MySQL در کجا انستال شده؟ در خود امی کمپیوتر و خود امی کمپیوتر این ما چه میگیم؟ لوکل هوست است یعنی دیتابیس ما لوکل است در لوکل کمپیوتر انستال شده آنلاین نیست صحیح خب پیش از او که ما اینجا بیایم باز آدرس از رو IP از رو نشته میکنین یا URL از رو نشته میکنن جایی که دو ثبت شده یعنی سرور می باشه درست
ما دا اول گفته بودیم دا اول روزا که سرور چرا میگه این میسیج زو که جای کامپیوتر انستال شد و ما چی میگیم سرور میگیم درست آل مای سیکول کجا انستال شد خود همین کامپیوتر انستال شده به خاطر از ما برش میگم لوکال هاست سلاش دا لوکال هاست همین کامپیوتر دا کجا برو به خاطر استفاده کردن از پی اچ پی به شکل گرافیکی شما نشته میکنین پی اچ پی مای ادمن پی اچ پی مای ادمن یک صفحه است که پی اچ پی ساخته شده به خاطر استفاده از مای سیکول به شکل گرافیکی این صفحه گرافیکی است که پیش زبان پیش بی ساخته شده به خاطر استفاده از مای سیکول اینه میره انتر کنین اینه میره که انتر کنین شما چی میگه خواه؟ میگه دس سایت که نوت بریج میگه اینه می پیش بی مای ادمن یعنی مای سیکول شما باز کده نمیتونین چرا؟ ببینین سرور که استا یا کمپیوتر که سرور می باشه دو که مای سیکول خو انسال شده لیکن ویب سرورم باید باشه دو اپاچی بالکل امی صفحه که است ایده کجا ذخیره شده ده اپاچی وب سرور ذخیره شده این امی صفحه که شما باز میکنین ای هدف صفحه چی است که استفاده از مای سیکول به شکل گرافیکی انجام شوه لیکن سرور میگه میگه این امی سرور چالان نیست استارت نشده این امی جا ببینه این امی زمپ است این امی اپاچی سرور باید استارت شوه یک استارت شد امی صفحه را پیدا میکنه برتان وب سرور ریسپانس میده ببینین اینم باز چی میگه میگه سرور خو انستال شد لیکن مای سیکول آر دی بی ام اس ای چیز است ای خو استارت شده اپاچی وب سرور مای سیکول خودش چالان نیست استاپ شده ای هم باید استارت شد استارت شد آلی پوینت میم اینجا بین درست است امیر پس از آلی ببینید دو چیز ها ما چالان کردیم خواست استارت کردیم اپاچی وب سرور هم استارت شد مای سیکول هم استارت شد آلی دا اینجا کلیک میکنم انتر میکنم آلی از ویب سرور ریکست میکنم اینمی که باز که باز شد مای سیکول داخل شد دا مای سیکول چی شده ما داخل شده آلی دا مای سیکول اینمی یک اپشن برای ما میده دیتا بیس اینمی جا یک اول باید دیتا بیس وجود بیان دیتا بیس در باره چی باشه پانتون شده میتانه یک مکتب بوده میتانه هر چیز بوده میتانه درست ما بالا اینمی کلیک میکنم بالا اینمی دیتا بیس سیز کلیک میکنم برای ما میگه نام دیتابیس تان چی است ما میگم یونیورسیتی ما نام یونیورسیتی است هر نام که میدید آه باید نام پیشتر نباشه در اینجا درست است این همی موجود است ما یه چی میکنم این همی دلت کدام میتونین خواه خب یونیورسیتی وان میگم یونیورسیتی وان کوشش کن حروفی کوچک نشته کنه باید چی میگم میگه در کدام کودنگ سیستم شما را میسازین یونیکود است نه نی هر زبان باز می توانیم از استفاده کنیم یعنی به خاطر ثبت کردن معلومات یعنی UTF-8 MB4 _general_CI می را انتخاب میکنید زیاد سیستم هستن کدینگ سیستم ما می را انتخاب میکنم و کریت میگم کریت با نام یونیورسیتی 1 یک دیتابیس ساخته شد فرق از چی چی است کدام هم کدینگ های بازش میکنیم ببینید در جهان ما دو نوع سیستم داریم یک است اسکی یک است به نام یونیکود درست اسکی به چه معنا امریکن استاندارد کد فار انفورمیشن اینترچنج درست یک و دیگه چیست یونیکود یونیکود به معنا یونیورسل کود جهانی یونیورسل کود درست است یونیورسل کود است مای سیکول که استفاده میکنه از یونیکود میکنه میتونه ما یونیکود انتخاب کنیم یعنی دیتابیس که میسازیم با کدام سیستم میسازیم انتخاب میکنیم کودینگ سیستم زورا یونیکود یعنی ما میتونیم دو هر زبان باز نوشته کنیم ریکارد ها را اضافه کنیم این خوب است یونیکود خوب است درست آلی ببینید باز در یونیکود هم چند بخش هستن جدا جدا سیستم ما UTF-8 انتخاب کردیم آلی که ساخته شد آلی خود دیتابیس چی است دیتابیس در اصل مجموعه معلوماتی که به شکل منظم ذخیره میشه او را ما دیتابیس میگیم لیکن وقتی که ما معلومات ذخیره میکنیم به شکل تیبل ذخیره میشه درست است این یک دیتابیس کی است یک دیتابیس کی است داخل شما تیبل ها را میسازید بیشتر از یک تیبل ها شاید باشه باز بین تیبل ها با چی باشه شاید ریلیشنشیپ باشه تیبل چی داشته باشن ریلیشنشیپ یعنی با یک دیگه چی داشته باشن ریلیشنشیپ باید داشته باشه ریلیشنشیپ یک تیبل مربوط به دیگر تیبل است به دیگر تیبل است او دو به دیگر تیبل است اینا مو تو ریلیشنشیپ ساخته میشه
درست است؟ ما اول دیتابیس ساختیم بنام یونیورسیتی، آره داخل یونیورسیتی ما باید تیبل بسازیم. اول چی کار میکنیم؟ اینمی انتخاب میشه، وقتی که ساخته شد خودش انتخاب شده، ببین اینجا نشته شده دیتابیس یونیورسیتی 1 داخل زور بالا چی میگه برای ما؟ کریت تیبل، میگه تیبل کریت کو. ما برش میگم استودنت، صحیح است؟ یا میگم برش، یا ما برش میگم یوزرز، یوزرز اول یوزرز می باشن نه کس که لاگین میشه، درست؟ ما تیبل داریم بنام یوزرز، داخل یوزر چی می باشن؟ یوزر ها هستن کس که لاگین میشن، اکاونت ها از را می سازیم و لاگین میشن، درست؟ یوزرز حال چی میگه؟ میگه نمی خود تیبل شد داخل دیتابیس یونیورسیتی 1، یعنی یوزرز تیبل شد. داخل این تیبل چند کالم داریم ما؟ چهار کالم داریم، چهار کالم داریم. این ما میگیم گو، کالم شما خودم انتخاب میکنم. چند کالم میخواستیم که باشه، درست است؟ اگر نمیخواستین باز رو دلیت کردن میتونیم. بطور مثال ما میگم یونیورسیتی، داخل یونیورسیتی باز اگر یک تیبل بود حال ساخته نشده، باز اون رو میتونیم ما دلیت کنیم. باز باش میگم یوزرز چند کالم داشته باشه؟ آی دی، یوزر نیم، پاسورد، سه تا. گو، ما معلومات اضافه نکردیم، حال معلومات اضافه میکنیم. آل برای ما میگه نیم، نیم با چی مانا؟ نیم شاگرد نیست، صحیح است؟ میگه نام عنوان تان چی است؟ ما میگم آی دی. میگه آی دی کدام نام معلومات است؟ دیتابیس میگه کدام نام دیتا تایپ است، صحیح است؟ انتیجر است، اعداد است، وارچار است. وارچار با این مانا شاید دری پشتو باشن، یک عدد باشن، شاید انگلیسی باشن، هر چیز باشن، حروف حروف باشن. ما میگم نه، انتیجر است. بالکل تکس هم میکنه، وارچار هر نو کرکترها را سپورت میکنه، هر نو بالکل هر نو حروف را سپورت میکنه. و تکس که صرف انگلیسی را میکنه و سایز از او هم معلوم است، 65535، درست؟ کرکترها را و یه بسیار یک بزرگ عدد ذخیره میکنه، 65000 است. خب این که است هر نو معلومات ذخیره میکنه، یعنی خوبترش وارچار است، صحیح است؟ لیکن تکس هم از دیتا هم از زیاد است، تینی انت است، سمال انت است، میدیم انت، بگ انت، دیسیمال، فلوت، دبل، ریل، تمام شان استن یک، صحیح است؟ آل ببین خوبی ببینین، اگر نومریک استن، اعداد استن، تینی انت، تینی انت بچه مانا یک بایت که است، سایز، کلشان انتیجر استن. تینی انت که است، تاور مثال انتیجر است، تینی انت هم است، یه چار بایت است، یک بایت است، حجم از او فرق میکنه، عدد بسیار بزرگ از ذخیره کرده است. انتیجر است، این هم انتیجر است، تینی انت است، یک بایت است. میبینیم نشته شده ای ون بایت، این میگه تو بایت، این میگه تری بایت، این میگه فور بایت، این بگ انت امو انتیجر و هش بایت است. دسیمال تمامشان چی هستن؟ بخاطر عدد اشاریه دار، فیس پیسه که میگه نه او که ذخیره میکنیم باید اشاریه بگیره، انتیجر اشاریه نمیگیره. حالا ما این انتیجر انتخاب میکنم، باز میگه لنت یا ویلیوز، چند رقم عدد بگیره، چند رقمی عدد بگیره، باید پنج رقمی بگیره، چهار، پنج، ده، هر چند که میگیره. اگر شما انتخاب نمیکنین 11 تا میگیره باز در دیتابیس، درست است؟ دیفالت خوب است، ما مشخص نمیکنم. باز چیزی که مهم هستن، چیز آخو زیاد هستن. خود اینجا چی میگه؟ میگه AI به معنی آتو انکریمنت، یعنی خودش اضافه شده برای یک، دو، سه، چهار، ما باید نشته نکنیم، صحیح است؟ خودش نشته شده باید. ببینیم وقتی که آتو انکریمنت شد پرایمری کی هم اضافه شد. حالا پرایمری کی چی است؟ ببینیم پرایمری کی فیلحال برتان میگم که سه چیزها مشخص میکنه. اگر آی دی آتو انکریمنت انتیجر است، یک، دو، سه است، به شکل اتومات اضافه میشه، آتو انکریمنت است. پرایمری کی بچه مانا اگر پرایمری کی بالای از او وضع شد، یعنی به این مانا که ای خالی بوده نمیتانه، دوپلیکیت بوده نمیتانه و ریلیشنشیپ هم میسازه، باز از طریق از اون هم میتانه ریلیشنشیپ رو بسازه. کالم دوم که است یوزر نیم است، یوزر نیم باید چی بگیریم؟ وارچار بگیریم. چند کرکتر باید بگیریم؟ تا با 60000، 65000 میگیریم، ما میگیم 60 تا بگیریم، از اون با بزرگ نمیشه دیگه 60، درست؟ بازو چی هستن؟ پاسورد است، پاسورد است، ای هم وارچار است، شاید مختلف حروف ها را نشته کنیم، پاسورد نداره، معلومات اضافه نکردیم، ما فیلال ساختار یک تیبل می سازیم. نه این پاسورد باید خودش پاسورد نده، استاد دیتا تایپ شن پاسورد نداره، نه
ببینین نه 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 همی وارچار است خواه وارچار به این معنی شاید ای بی سی نشته شد و یک دو سی نشته شد خو معلوم نیست سیستم؟ مثلا مثال پلیس بوده پت شهر باز چه سمیست؟ او می شهر ده تو ذخیره نمی کنه خواه ما فیل باز در HTML چی می گیریم پاسورد فیل نمی گیریم یه خود در بیس هستم درست؟ خب ای که مشخص شدن آلی باری ما چی میگم؟ میگه پایین بین و سیف کنید سیف یک تیبل ساخته شد با نام ببینید یونیورسیتی یوزرز آل ببینید ما یونیورسیتی دیتابیس هستیم تیبل یوزر هستن یوزرز استرکچر از چی است استرکچر ساختار میگه یعنی یک دو سه عنوان دارین آی دی دارین یوزر نیم پاسورد دارین تایپ از چی است آی دی انتیجر است 11 اعداد میگیره صحیح است بازو اتو اینکریمنت هم است یوزر نیم چی است وارچار است یعنی دید کودینگ سیستم از اونم نشان میده باید چی میگه پاسورد وارچار است اینمی کودینگ سیستم از اوست حالا اگر خواسته باشین در این معلومات اضافه کنین باز چی؟ میاین در انزرت انزرت را کلیک کنین میگه باید تان اینمی آی دی که 11 عدد میگیره ایرا اضافه کن اگر ما اضافه کنیم ایرا میخواه تو انکریمنت بود نه ایرا اضافه نمی کنم میگه یوزر نیم یوزر نیم چی میگه در اینمی جا؟ ولی ما میگه یوزر نیم نشته کن یوزر نیم نشته میکنم like ahmed1@gmail.com وار اینمی پاسورد است پاسورد بلش می تم ABC یک دو سه ریکارد بعدی باز اتو انکریمنت است ریکارد بعدی است نشته کن بطور مثال عمران @ yahoo.com اینمی پاسورد شد پاسورد شما یکم 1 2 3 4 5 گو دو ریکارد اضافه کنیم آلی که اضافه شد ولی ما بگم SQL SQL چیه زیرا ما بحث میکنم the browse behind the browse این همیسته من مخواهم از دو زیادتر شد از دو تا زیادتر شد زیاد کدمه تا مشکلی باز بیند این زرد خب یعنی دیگر این زرد کردن دو تا نرفیل نمیتونم اضافه کنم نه زیاد همی تا این خواه زیاد همی تا ببین چی میگه continue insertion with 2 rows 3 rows 10 rows اضافه شده میرمون ببینید باز چهار شد همون تو اضافه کده برن سیستم از این طریق ما زیاد کار نمی کنیم از CMD کار می کنیم باز او خوب است نیه آسان است خب انزر که شد باز این انزر بیان باز نشته کنن یک دیگه ایزر نیمه نشته کنن like mariam@gmail.com ABC یک دو سه ABC یک تار دیگه اضافه کنن باز تو دیتابیس دیگه خود ما نشته نه از طریق پیج فرانت اند باز نشته میکنم از HTML اینه میرا وصل میکنم از طریق پیج پی به امو ویب سایت سیستا؟ در ویب سایت چی ما باشه؟ چی می باشه؟ خود تکس باکس ها هستن نه در HTML در HTML در تکس باکس نشته میشه پیج پی اونو معلومات ها میگیره روان میکنه به دیتابیس بازار چرا خب ما هدف ما چی بود؟ هدف ما این بود که ما دیتابیس باید بفهمیم چه تو اضافه میشه معلومات مستقیم که وبسایت بسازی معلومات اضافه کو ایره نمیفهمی ما که چطور اضافه میکنم چطور ساخته شده ای تیبل خود تو میسازی خالی هم اگر باشه باید تیبل بسازی درست د براوز بین د براوز باید تان معلومات نشان میده سه تا شد اتو انکریمنت است هدف ما ای است که ما د مای سیکل کار کده بتانیم تا که در آینده بازی تو نشه ما در اچ تی ام ال باید تان اضافه کده معلومات شما نمیفهمید کجا میره چطور باز شده این مای سیکل تیبل چطور ساخته شده این مهم است یک کار اضافی است برای تان اگر نه شما پیش پی کور بیس همه خانه خواه دی با هیچ دیتابیس چیز نشده اینجا بس نشده درست است ایرا فهمیدین شما این همی بود خواه آلا این همی به شکل گرافیکی بود که ما ایرا استفاده کنیم از طریق جی یو آی بود آلا از طریق سی ال ای چطور میتانیم بند سی ام دی را باز کنین نشته کنین مای سیکل داش یو روت داش پی ایچی هستن میگا از طریق مای سیکول با مای سیکول از طریق سی ام دی یعنی کمانڈ لائن دا مای سیکول دیتا بی ار دی بی ام اس دا کی یوزر نیم ازو چیز تا یو روٹ روٹ است یوزر نیم ازو اگر شما بین اینمی دا اینمی جا باید تان نشان میتوم اینمی جا اگر بین میبینی یوزر اکاونتس یوزر ها هستن که از طریق ازو با پاسورد هم دارا که از طریق ازو شما میتونی با مای سیکول داخل شوید د مای سیکل چی شوید داخل خود د اپلیکیشن به خاطر ازو که د اپلیکیشن داخل شوید نمی یوزر نیم پاسورد است یوزر نیم چی است روت اینمی آی پی شس اگر آنلاین باشه نه و اینمی هم پاسورد نداره فعلا نو
ما به خاطر از استادی که سی ام دی برش معرفی کردم در اینجا گفتم برش در مای سیکول داش یو روت داش پی پاسورد پاسورد نیست انتر کردن باز هم میگه انتر پاسورد ما میگم پاسورد نداره انتر کو داخل شده در دیتابیس داخل شده خب داش به خاطر کماند است ها این یک کماند است که اموتو نشته میشه سیستم ما شو میگم مای سیکول داش یو روت داش پی پاسورد هم داره یو روت یوزر نیم میشه داش پی پاسوردش است در دیتابیس داخل شده شما اول اولش ما چطور ببینیم که دیتابیس کدام ها هستن نشته میکنید شو دیتابیسز سمی کنن نشان بتا دیتابیسز تمام دیتابیس چی کنن نشان بتا برای ما انتر اینم دیتابیس هست نه اونجا به شکل گرافیکی بود نه اینجا به شکل کماند لاین شو دیتابیسز یونیورسیتی 1 اول چطور انتخاب کنیم کلیک خونه میشه از طریق کماند لاین نشته میکنیم یوز یوز یونیورسیتی 1 سمیکولن انتر میگه دیتابیس چینج داخل شده حالا داخل از تیبل ها رو چطور ببینیم نشته کنین شو تیبلز سمیکولن تیبلز دن یوزرز حالا داخل از او ما چطور ببینیم که کدام کالم ها هستن ساختار از او رو برای ما نشان بده استراکچر از او رو کدام عنوان داریم کدام دیتا تایپ ها هستن نشته میکنم شو کالمز فرام users enemies سر این می یونیورسیتی من خودم جور کردم نه باز اگر که بخوایم از طریق سیمدی خودم اینا رو تیار تا جور کنیم باز چی می دانیم باز اون ما می خوانیم کریت تیبل کریت دیتابیس زیاد چیزا مونده فعلا خب تستم خب فیلد ها کدام هستن آی دی یوزر نیم پاسورد فیلد یعنی به معنی عنوان یا کالم ها تایپ کدام نوع معلومات است انتیجر است نل خالی است خالی باید باشه نه خیر نمیتونه که خالی باشه باید زوم کی پرایمری کی داره پرای به معنی پرایمری کی است پرایمری کی همو دوپلیکیت اجازه نمیده نل اجازه نمیده دیفالت کدام قیمت پیش از پیش نشته شده نه خیر نل است ما نشته نکرده بودیم اکسترا اتو اینکریمنت است یعنی اکسترا اضافه ما کدام چیز داره اتو اینکریمنت است و دیگه هم وارچار هستن و نل نیستن و دیگه کس خالی خالی امکان خالی نه نداره آه بله نداره خواه باز او کی کس کی نداره ده اینجا درست است آلی ما میگه معلومات نشان بده که معلومات داره نداره سلیکت انتخاب کو کیوری است سلیکت استرک تمام سلیکت کو انتخاب کو استرک بمانه استاره بمانه مکمل تمام ریکارد ها فرام از کجا تیبل یوزرز سمی کالن انتر سیست این معلومات رو بردن نشان بده سه ID هستن، سه username، سه password هست درست؟ اگر خواسته باشین از طریق CLI در این معلومات اضافه کنم چطور کنه؟ insert into enemy query را شما در PHP و از استفاده میکنه ولی خود جدا میخوانیم، صرف در دیتابیس میخوانیم این را یاد بگیرین تا که در اونجا باید بتانه استفاده کنین insert into users insert into users سیستم باز نشته میکنید در کدام عنوان قوس شروع کنید داخل قوس عناوین انتخاب کنید یک ایدی است کاما یوزر نیم است کاما پاسورد است سی شد باز برای از سه عنوان ما قیمت ها رو نشته میکنم ویلیوز درست ویلیوز قوس شروع اول ایدی است نیم باید ما نشته کنم چار آیا ایدی باید ما نشته میکنیم اتو انکریمنت بود نه به این معنی آی دی رایش مشخص نمی کنم نیاز به این است او خودش به شکل اتومات اضافه می شه اینجا نشته نمی کنم لیکن یوزر نیم باید شما نشته کنید یوزر نیم داخل دبل کوتیشن سترینگ است وارچار به شکل سترینگ معلومات ذخیره می کنم برش میگم بتارم مثال یاسر 1@gmail.com دبل کوتیشن کاما دبل کوتیشن پاسورد پاسورد است 1 2 3 4 5 6 دبل کوتیشن بسته کاوز بسته داخل سمی کالن انتر میگا کیوری اوکی وان رو افکتد یک ریکارد اضافه شد حالا چطور ببینیم پس اصلا نشته کنن سلیکت استرک فرام یوزرز نمیست یک میگم اضافه شد درست باز میکنن باز نشته میکنن انزرد اینتو اینو نشته میکنن یار سر دیگه من خاطر مثالش کار میکنم این زبان SQL است SQL Structured Query Language
زبانی است که از طریق از ما میتونیم با دیتابیس کمیونیکیت کنیم، بالا دیتابیس یک کار اجرا کنیم. امی کیوری، این ما کیوری میگیم، خب کیوری است، یک کمان است، یک استیتمنت است، یک امر است که با دیتابیس میتونیم این امی ریکارد دلیت کوی را اضافه کوی را ایتا کوی را صحیح؟ امی کیوری ها را باز داخل پیش پی شما از استفاده میکنیم. وقتی که وصل شد دیتابیس خو زبان پیش پی را نمیفهمه مستقیم، صحیح؟ ما کانکتیویتی را که با وجود آوردیم امر پیش پی با دیتابیس، باز داخل پیش پی این امی ها را باز ما استفاده میکنیم تا که امی کماند روان کنه پیش پی با دیتابیس، امی کار را برای ما اجرا کنه، درست؟ خب insert به دو طریق میشه، باز نشته میشه insert into users. بیشتر ما ID نشته میکنیم یا یوزر نیم تو نه، اول مستقیم تن قیمت ها اضافه کنیم، عنوان هیچ مشخص نکنیم. لیکن دهی طریق باز که شما تو نشته میکنیم values، ببین بیشتر تو نشته میشد insert into users با نام اونامین بازو values بازو قیمت ها آره مستقیم ویلیو، لیکن نه یک چیز است. ای بایی مانا که تمام عنوان باید قیمت ها را بگیره، شما باید ID را مشخص کنید، لیکن ID خواهتو این کمیت است. ما نشته میکنم نل خالی باشه، یعنی ما دینجا برش میگم نل، ما چیز نشته نمیکنم، نل بایی مانا است، صحیح است؟ دبل کوتیشن بازو یوزر نیم بود نه، یوزر نیم باید شما اضافه کنید ajmalkhan@gmail.com، دبل کوتیشن پاسورد هم باید شما نشته کنید خان ABC، دبل کوتیشن بستا سمی کالن انتر، بازم اضافه شد select static from users، با دو طریق میتان شد. یه سال آسانتر است، لیکن خوب است که اول اونمورا کار کنین بعد از این میره بعد میتان بسانی بفهم. خوبی دلتان کدام استفاده میکنین، سیستا استفاده چیز نداره که کدام زیاد استفاده میشه، نه خیر هر دو تخنیک باید شما یاد داشته باشه، صحیح شد؟ خب آله برش میگم ببینید وقتی که ما نشته میکنم select static from users، تمام ریکارد رو برای ما نشان میده. اگر ما میگم که اینمی ریکارد سیوم برای ما نشان بده، ID سیوم که داره ریکارد مکمل ازیر برای ما نشان داده، شاباش چی میگم select کم static تمام ریکارد های کیرا from users table users where جایی که ID عنوان است، ID مساوی با یک است یا سه است، ID سیوم که داره از تیبل یوزرز تمام ریکارد زور برای ما نشان داده شد، انتر یک ریکارد است، ID سیوم یک داستا دوپلیکیت بوده نمیتونه، حالا فهمیده شد این امریکا. شاید در آینده شما در یک وبسایت ID سیوم نشته کنید سرچ کنید امریکا دو برتان بیاره، لیکن همی کیوری استفاده میشه در زمان بود، درست است؟ بعد از اون اگر شما میگین که صرف پاسورد ها را نشان داده شد خلاص، تمام پاسورد را نشان داده، یعنی یک عنوان مکمل نشان داده شد، ما بهش میگم سلیکت کو، این بار ستریک نمیگم تمام ریکارد ها نه، بلکه نام عنوان و پاسورد است from users، صحیح است؟ اگر تو میگین برش select کو چرا ID کاما یوزر نیم from users دور نشان میده، هر باش میگن select کو static from name، باش میگم یوزر نیم نشان داده شما، صحیح است؟ و تاری مثال باش میگم یوزر نیم and password، این دو فیلد رو برای ما نشان داده شما from users، درست هست؟ این همه چیز شد یک کیوری ها رو باید شما یاد بگیرید، صحیح است؟ آن یک دیگه کیوری است، به طور مثال اگر ما خواسته باشم این همه ریکارد که است خان ABC ای را تغییر بدم، چطور تغییر میکنم؟ این همه مهم است، صحیح است؟ یعنی اپدیت است، اپدیت کو تغییر میتم اپدیت، نام تیبل چی است یوزرز، یوزر اپدیت کو اور داخل یوزر سیٹ کو درست کو صحیح کو، چرا سیٹ کو پاسورد سیٹ کو
سیسته پاسورد مساوی شوا بچه دبل کوتیشن بطور مثال برش میگم x y z 1 2 3 اینمو تو شوا اگر شما را سمی کالن و انتر کردن تمام پاسورد به این شکل تغییر میشه یا باید یک شه سلیکت کنیم بلکل یک را اشاره میکنم این میستنه ایدی خانه بیسی کدام بود اینجا رو ببینیم پنج بود نه برش میگم ویر شرط همه ایمانیم ویر ویر ایدی مساوی به پنج سمی کالن انتر ویر جایی که ایدی چند است پنج است پاسورد ازور را تغییر بود حالا ببینیم سلیکت فرام یوزرز تغییر شده از طریق کیوری کار میکنه شما در اونجا خلق بطن میسازه در پی ایچ پی و در HTML وقتی که بطن کلک میشه این همی کیوری اجرا میشه در اصل واسه دی بالا که مثالی بیخیز پین بری چکس میشه دلیت میکنه آسو خب دلیت هم میتانیم خواب واس دلیت پیش از دلیت زیاد چیزا هستن که باید ما او را بخانیم ستپ با ستپ پیش میریم درست اگر ما بیایم اینم اینجا برش میگم که آلی چکو یک دیده بیس کریت کو سیستا تاری مثال مای سیکل داش شما که گفتین چطور ما دیده بیس هم میتانیم بسازیم درست نشتا کنین کریت سیست کریت کریت دیتا بیس بنام چی باشا بنام لیبریری باشا برای صورت مثال اینجوری داری بدی تو در شک از کار عملیات رو جور کردیم یا نکردیم که اگر ببینیم تو با یک نام دو تا ساخته نمیتانی تو را اجازه نمیتانی اگر آلم برات نشان بده تو دیده شوه که ساخته شده نشده انتر آل ساخته شده کدام مشکل نداره آل ببینیم ما میگم شو دیتا بیسیس نه باید صحیح باشه کوش کنیم حروف کوچک استفاده کنیم شو دیتا بیسز اشتباه است نه شو دیتا بیسز این همینجا شاید باشه به نام لیبرری حالا اگر این انتخاب میکنیم یوز لیبرری یوز لیبرری داخل شد در لیبرری دیتا بیس سیست حالا کریت تیبل تیبل بساز بنامه ریکارد حالا ریکارد کدام عنوان داشته باشه ایدی انتیجر باشه و دیگه آتو اندرسکور انکریمنت هم باشه اندرسکور سر چی؟ این باید همون تو نشته میشه آتو اندرسکور آتو انکریمنت همون تو نشته میشه ها قوانین داره بخود سیستم؟ آتو انکریمنت باشه بازو کاما بازو عنوان بعدی نشته میکنم نیم وارچار خود تا نشته میکنیم شستا حروف باید بگیرم کاما بازو اف نیم ای هم وارچار است وارچار شستا کاما بازو بطور مثال فکلتی بگیرم فکلتی کدام فکلتی را میخوان شستا بازو سمستر یا دپارتمنت سیستم وارچار شستا بگیر داخل کاما پرایمری کی مانده نه برای آی دی داخل نشته میکنیم داخل آخر پرایمری کی داخل کاوس آی دی یعنی آی دی چی داشته باشه پرایمری کی داشته باشه کاوس این میرم بسته میکنیم چیزی که اول باز شده بود درست است ما صرف ساختار تیبل میسازیم قیمتها رو اضافه نمیکنیم سیستا انتر کنید میگه چی مشکل است ارر ارر ان اسکیل سنتکس دات خب کریت تیبل ریکارد این همی آی دی شد انت است آتو انکریمنت آتو انکریمنت وزو نیم است وارچار شست اف نیم وارچار شست فکلتی وارچار شست مشکل لپی است مشکل باید پیدا شده اینجا وارچار فکلتی وارچار موزو دپارتمنت وارچار شست پرایمری کی مشکل است داره نه دو ام نشته شده در اصل آره من اما کماده که تکرار میکنین این همی بالا ایرکی رو پرس کنین اما پس میخوا تکرار میشه یک ام دلیت کنین
بین نمیجا برش میگم داخل انتر انتر میشه آله جور شد تیبل ساخته شد آله برش میگم شو در داخل لبری خود داخل هستیم شو تیبلز تیبل ها را برای ما نشان داده شد اینمی تیبل ساخته شد ریکارد آله آله چی کنین انزرت اینتو باز همودو میگین ویلیوز اینمودو نل کاما نام از چی است احمد است دبل کوتیشن نام اف نیم چی است اف نیم بود نه خوب است که اول سترکچر از رو ببینیم شو کالمز فرام ریکارد صحیح است حالا باش میگم insert into record صحیح است اوز باش میگم values null نام یوز چی است امید double quotation باز f name خالد double quotation comma باز از ده کدام فکلتی است BSCS computer science double quotation میگه IT دار ITS باز comma صحیح است IT شد خب امید تکمیل شد سیمی کالن انتر آل ببینید سیلیکت ستریک فرام ریکارد دیگه ریکارد اضافه شد پس تکرار میکنید نمی ایرو کی را بین صرف نام تغییر میتا ایدی خودش به شکل اتومات اضافه میشه عمران فواد finance enter was select in the window record صحیح است این کیوری آل بچه ما یاد بگیرین آل اگر خواسته باشم به نام عمران محمد عمران بجای عمران محمد عمران نشته کنم چی کنم update شوی آفرین update نام تیبل ریکارد set کو چرا نیم set کو مساوی کو بچی محمد عمران where ضرور است اگر کلشان با محمد عمران تغییر میشه where id مساوی با دو آل select static from record تغییر شد درست است اما تو میتونی شما delete کنن صحیح delete from از کجا از ریکارد اگر دیلیت فرام ریکارد گفتیم تمام ریکارد ها دیلیت میشه ویر ایدی مساوی با دو آل سیلیکت فرام ریکارد پس اگر شما میگین انزرت اینتو این بار ببینین خواه اگر انزرت اینتو میگین پیشتر عمران بودین امیر پس اضافه میکنم صحیح است انتر ریکارد دوم اضافه شد لیکن ایدی رو ببینین چه میگه خواه from record id same است دو دلیت شد ختم شد او خواهد تو increment بود پس شما رو اضافه کرده نمیتونید یک دفعه که یک record برای id به کسی داده شد داده شد خلاص او که دلیت میشه مکمل دلیت میشه او رو باید اپدیت کنی نیست دار؟ نه نیاز به اپدیت نیست او id خودش یونیک داره هر کسی به طور مثال یک نفر تذکیره داره او مرد یا زنده است تذکیره نمبر خراف بس به دیگر نفر داده نمیشه اما تو id هم است درست؟ وزیر گدوت نمیشه؟ نه 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 هیچ چیز گدوت نمیشه هیچ مشکلی نیست دلیت خوب بسیار کم میشه که کسی دلیت کنه یک چیز خواه واضح دلیت آپشن دارین شما سیستا اگر خواسته باشین تیبل دلیت کنین باز چی؟ اگر نوشته کردین دلیت دلیت فرام ریکارد به این معنی تمام ریکارد ها دلیت شده از تیبل حالا ببینید سلیکت تیبل است ریکارد نداره ریکارد ها دلیت شده فرام ریکارد select static from record سیستا from اشتباه است select static from record empty set خالی است اگر ما ساختار ببینیم ساختار موجود است show columns from record نمیست columns درست است آره
اگر ما مکمل تیبل را دلیت میکنم نشته میکنیم drop drop table record record نام سستاد record نام تیبل drop آلی ببینیم ما میگم show tables show show tables this table in this باز که میگیم create table میکنه درست است؟ اگر دیتابیس را دلیت میکنه drop نشته میکنه drop database library all show databases بنام لیبرری نیست ما اگر نشتم کنم یوز لیبرری معنی داره unknown database library این همی کیوری هستن خواه؟ یک کیوری باید شما یاد بگیرین و یک کیوری در کدام زمان برای دیتابیس نشته میشه؟ در SQL نشته میشه یک کیوری که شما خانین آلمه دارین در فرانتین از کیوری پشت سر بدن کیوری را اجرا کنین داخل PHP صحیح است؟